بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد دستگیری و اتهام پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، پرونده پیچیده است که نگرانی های زیادی درباره حقوق بشر ایجاد می کند. رئیس روسیه الاصل این پیامرسان محبوب در 24 آگوست در فرودگاه لوبورژه در خارج از پاریس بازداشت شد و سپس به چندین تخلف مرتبط با این پیامرسان متهم شد. فولکر تروک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به تبلیغ سخنان نفرت انگیز و اطلاعات نادرست هشدار داد و بر لزوم حفاظت از حریم خصوصی کاربران تأکید کرد. گارد ساحلی فرانسه اعلام کرد بر اثر واژگون شدن قایق حامل مهاجران در کانال مانش، دست کم 12 نفر جان خود را از دست داده و حدود 50 نفر دیگر از سرنشینان این قایق کوچک نجات یافتند. وزیر کشور فرانسه گفت این حادثه حوالی ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 13 شهریور روی داده است. ژرال دارمنن، وزیر کشور فرانسه، افزود عملیات تجسس و نجات سرنشینان این قایق هنوز ادامه دارد و تحقیقات اولیه حاکی است که 2 نفر مفقود و عده‌ای نیز مجروح شدند. وی به دلیل اهمیت این حادثه شخصاً به شهر بندری بولون‌سور-مر در شمال غربی فرانسه خواهد رفت. محققان استرالیایی قصد دارند نسل جدیدی از پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر را وارد عرصه تولید کنند که 100% قابل تجزیه است و محیط زیست را آلوده نمی‌کند. گفتنی است نسل پیشین پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر سلب تجزیه پلاستیک‌ها به میکروپلاستیک می‌شد که همچنان خطر آلودگی اقیانوس‌ها، هوا و محیط زیست در اثر انتشار این میکروپلاستیک‌ها وجود داشت، ولی اکنون با این کشف جدید محققان استرالیایی امیدوارند تا پلاستیک‌ها 100% کمپوست تجزیه شوند و به طبیعت بازگردند. کارشناسان تخمین می‌زنند که بیش از 170 تریلیون قطعه پلاستیک در اقیانوس‌های جهان شناور است و نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد تأثیر میکروپلاستیک‌ها بر سلامت و محیط زیست وجود دارد. منطقه سیسیل ایتالیا از کشف مجموعه کمیاب 27 سکه نقره‌ای رومی مربوط به سالهای 94 تا 74 قبل از میلاد در جزیره دورافتاده پانتریا خبر داد. این کشف طی یک پروژه پاکسازی و مرمت توسط تیمی به سرپرستی باستانشناس توماس شفر از دانشگاه توبینگن آلمان انجام شد. در آکروپولیس، بخشی از پارک باستانشناسی غار سلینو دیکوزا، بخشی از یکی از بزرگترین مکانهای اینچنینی در دریای مدیترانه یافت شد و شامل بقایای یک مستعمره یونان باستان است که در قرن 7 قبل از میلاد تأسیس شد. محققان جزئیات جدیدی در مورد ارتباط جذاب بین تناسب اندام، قلب عروقی و سلامت مغز فاش کردند. بر اساس این تحقیقات، حفظ تناسب اندام در حفظ یک پارچگی ماده سفید مغز نقش دارد. در این تحقیقات، دانشمندان 125 شرکت کننده 22 تا 94 ساله را انتخاب کردند و آمادگی قلب عروقی آنها را مورد توجه و بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ورزش و آمادگی جسمانی نقش بسزایی در سلامت بخش سفید مغز که متشکل از سیستم عصبی مرکزی است و آسیب به آن سلب بیماری‌هایی از جمله آلزایمر و پارکینسون می‌شود دارد.